Хафиз Раҳмон, як тан журналисти тоҷик, бо шиква аз он ки имрӯз аксари возхонҳои мо аз матнҳои харобу ори аз маънӣ суруд месозанд ва гоҳе дар ҷашнҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ месароянд, дар шӯроҳои бадеии интихоби матнҳои сурудҳо барои ҷашнвораҳои кишвар мавқеи кам доштани шоирони шерфаҳму мусиқишиноси тоҷикро сабаб медонад. Ба қавли ин донишманди тоҷик, ба ин шӯроҳо аксаран мансабдорони баландпоя جلب شده و شاعران ناموری تاجیک صرف نظر می شوند. حفیظ رحمان می گوید که نهادهای دخلدار اگر می خواهند که سرودهای جشنواره ها و تلویزیون های تاجیک پرمضمون باشند، باید شاعران شناخته تاجیک را به شوراهای انتخاب سرود جلب ساخته به کارشان مانع نشوند. در ما که سنسور نیست، یک کمیسیه مخصوص باشد که از دانشمندان عبارت باشد، نه از مثلا منصبداران، از دانشمندان شعر بورد باشد، دانشمندان موسیقی بورد باشد، از دو پهلو نشینند و بعد همون سرود و اجرا بیان که برای خواندن توصیه میشد یا نه، با کلبات جواب میدهد یا نه، شعرهای پست هم مثلا اجرا ندیان، هر چیزی که خام باشد، هر چیزی که سفته نباشد. این چی فعل و رفتار برخاستی ما کردی، برو با یک کلی خیر خیانت کردی، چجوری صدات کنم که تو بر دردی، چطوری بگم چرا چرا دل سردی. شعرا و اکثری سرودشناسان تاجیک یک سبب اساسی نشر و پهن گشتن سرودهای پست مضمون را در متحد نبودن شوراهای سرودشناسی کشور میبینند و در این زمینه یاد از دوران شوروی میکنند که آن زمان نظارت بالای ثبت سرودها شدید بود. در این زمینه برقرار کردن سنسور زمان شوروی را در مسئله ثبت سرودها ضرور میشمارند. شکوه شاعر تاجیک کمال نصرالله را در این ردیف میشمارند. حتی اون سرودهایی که در زمان شوروی ما در دورهای جوانی ما در نظر ما بسیار سست میتافتند و از جهت بدیعیت در سطح بلند نبودند، حتی همون سرودها امروز در مقایسه با بعضی سرودهایی که در ما شنوانده میشن خیلی بلندتر است. یعنی که ما تا کجای تنزل کردیم در انتخاب متن سرود، برای اون که در دوران شوروی یک نظام بسیار با قوت نظارت بود و همه شوراهایی که از اونها سرودها میگذارند داشتن، اینها بسیار فعال عمل میکردن و وظیفه های خودشون اجرا میکردن. در سر کار بهترین ادیبان بودند، هم در رادیو، هم در تلویزیون، هم در همه جاهایی که سرود باید از شوراهای بدیعی میگذاشت، در اونجا ها شخصیت های بودند که درک سخنی بلند داشتن، اینها نمیگذاشتن که سرود سست رود. نظام سخت بود، نظام به خاطر بیرون نبرآمدن از یک چارچوبه های معینی که ممکن است به افراد رفتن در سخن، در من اینجا سیاست و این چه در نظر نداریم. ما شما خودی همین زبان، قاعده های زبان، فرهنگ، معرفت، منطق، قانونیت های شعر و سخن، اینها در نظر داریم. شاید همین هم تاثیر دارد که آزادی سخن معنی اون ندارد که هر کس هر چی به زبانش آید گوید و خواند و سراید. اولین اشتباه در این پیگیری از سرودهای سوس ضعیف در اون است که اصلا جان سرود، روح سرود، متن سرود است. وقتی که مثل امروزه مثلا هر سرانده که اصلا آگاهی خورترین از شعر ندارد، خودش متن ایجاد میکنه، خودش میسراید، بعد شما چیو میزور میشید؟ همین خیلی هست. انا همه ویران کاری هایی که فرض کردیم مهندس برق نیستم، من حقوق ندارم که بیایم مثلا همین سیم های برق به همدیگر پیوست کنم، فرض کردیم این حتما به یکان صدمه میبیارد. میدانید این در برق که خیلی هیچ گپ نیست که وقتی که یک آدم نو آشنا با این عملیات و با این هنر این کار میکند، فرض کنیم سیم میسوزد، بسیار سوزد، اگر یکون گوشه یکون خانه نیست، این به روحی انسان، به معنویات ملت وابستگی دارد. در این وقت این فاجعه های بیشتر به بار میبرد. یک سرود ویران، یک سرود بی نظام، بی تناسب، باعث تنزل معنوی مردم، هزارها هزارها میدونید عاقبت های نخوب از پسش میبیارد. من گمان میکنم که دوره شوروی راه داده نمیشد، هر کس کار خودش باید کند و هر کس در سطح خودش باید متخصص خوب باشد و باید راه ندهد به اشتباه و ویران کاری ها، خصوصا در ساحه شعر، در ساحه سرود، چون سرود این یک متوی هست که بسیار نازک است. نه هر شاعر حتی میتواند متن سرود نویسد. من هیچ وقت خودم گفتم نمیتونستم و امروزم نمیگم
میدونم که من شاعری سرود نویسم، اما شاعرای داشتیم که سرود می نویسن در زبان روسی پیت پسینی، که اونهایی که سرود می نویسن اونها بمونه همین یا عنوان خاص خودشون داشتن. شاعرای بهترین ما که سرود می نویسن اصول لایق بودن، مثلا که اون کس واقعا سرود نویسن می توانستن، سرود نویسه توانستن، این هنر خاص است. اگه برای اینکه سرود طلبات خودش دارد، زبان باید ساده باشد، باید که روان باشد، باید که سخن در همین بلندی هم سادگی و هم بوری برده باشد و معنویاتی داشته باشد و یا هدفی بلند پیگیری باید کند. همه همین چیزها رعایت میشدند در زمان شوروی. ما در همه زمان شوروی هم داشتیم، امروز هم داریم، در نزد تمام وزارت فرهنگ، کمیته های رادیو شنوانی، تلویزیون، همه شبکه ها شوراهای بدیعی عمل میکنند، هستند، حاضرند. و این شوراهای بدیعی یکی از وظیفه های مقدسشون روح ندادن به همین خلط سرودها هست. چرا این خلط سرودها با وجود اون که همین شوراها هستند روح میابند، این موضوع دیگر است، این باید دیگر رو پژوهش کنند. تو را دوست داشتم و کردم خطای بیخوردم در حیات سخت شفای را دانم کرد یار میگونم کرد شبا می بر چیدن غرارا دیوانه کده قدی بزه بی تو مرا. متاسفانه در ذهن اکثر وازخوان‌های استرادایی تاجیک فقط یک اندیشه وجود دارد، همین که آهنگ جذاب و زمانوی باشد و جمع را به شور و هیجان بیارد و برقصیدن وادار سازد، دیگر رسالت سرایندگیشان انجام یافته حساب می‌شود. دانشمندی تاجیک حفیظ رحمان میگویند: اگر متن این سرودها، متن این شعرها سوس باشند، اگر آهنگ خیلی خوب باشد تاثیر کرده نمی‌تواند. اینجا باید هم متن بسیار زیبا با طلبات شعریت پاسخگو انتخاب شود و هم آهنگ طوری با اون متن چسبانده شود که در نتیجه یک چیزی بلند بروید. سخنهای خوشخولی تاثیر نمی کنند. سخنهای خوشخولی، اون سخنهایی که مثلا سنتهای بدی در اونجا استفاده نشدن، عمومی گویی بیم، اگر عمومی گویی به جزئیات بیان کردن این اون فکر، این اون اندیشه، خواه در مزایای وطن باشد، خواه وحدت باشد، خواه ارزش های دیگری مثلا انسانی باشد یا دیگر، تاثیر نمی کنند. مسئله اساسی مسئله متن است، مسئله شعر است. نهایی بگویم شعر غزل است، بوبویی است، دوبایتی است، قطعه است، چیزی که نباشد. برای من شعری بلند تاثیر میکنند، شعری که عمومی گویی است، یک چیزهای معلوم بیان میشود، شعری که پیام ندارد، اندیشه نو ندارد، مغزش پوسیده است، یک چیزی که همگان گفتند با همون دیگران گفتند. این خیلی عمومی گویی و تکرارگویی تاثیر که نمیکند، برای همین آهنگش هم گوش نمیکنم راستیگر. اما این خیلی به طور استادی و به طور مدرن میکنند، اینها متنهای اصیل کم دریافت میشود. با فکرم اونها میروند کدام یک شاعری، کدام یک نوقلمی رو میگویند که من این خیلی آهنگ دارم، تو همین کلمه هاشا بنویس، واژه هاشا جابجا بکن. بعضش حتی وزن و قافیه که این یک طلباتی بنیادی شعر است، وزن و قافیه و ردیف این چیزایی که مثلا باید باشد، همین ها رو حتی ریوان نمیکنن. نظرم نیست، من فکرم که اینا نامو صدا میدین در همه جا سرایده میشن و این چیز ذوق مردم رو میکهونن و همین حافظان هم باید یک نوع سواد ادبی داشته باشن. شرط اولیه آوازخوانی برابر اون که معرفت آهنگ دارد، معرفتی شعر هم باید داشته باشد، یعنی شعر هم باید شناسد، شعری سره رو از ناسره جدا کرده تواند. این شرط اولیه است. فسانه است که میگوین که برای حافظ چی لازم؟ مثلا ماهیت شعر فهمیدن. نامعقول کردن این آدمانی که این گونه عقیده دارن، چون که نادرست اندیشه میکنن. وقتی که همون سراینده حافظ میگیم، سراینده میگیم، آوازخوان میگیم، اگر هنری جدا کردن متنی بسیار صحیح، متنی اصیل، متنی خوب، متنی که به طلبات شعریت پاسخگو است ندارد، او از کجا میتواند که مثلا اون با آهنگ خوب بندد و بعد منظور شنونده کند؟ اونهای این گپا میگن که چون تنبل هستند، با چند سرودهای خام و خطلا مشهور شدند، اصلا تویگرد هستند، مثلا هر چیزی که خواستند آهنگ بسا و میسرایند. اینها بعد میگن که چی لازم همین آهنگ باشد و همین مردم بزن رقص کنند و مردم با جنبش بیایند و مردم با احساس بیایند، همین کفایه است. یعنی دیگر ارزش استتیکی اون شعر به این نوبت نمیگیرند، همون موسیقی رو ارزش تربیتی اخلاق
موقعش با اینو بد نمیگیرن، یعنی پلهای دیگری اونو با اینو بد نمیگیرن که کاملا غلط هست. من نو گلی تو تشم اغیاری اغیاری که با تو مستی میخوایی. شهری اختمزاد شایره تاجیک در میدان مبارزه بر ضد نشر سرودهای پوچ و بی‌معنای سراینده‌های تاجیک خود و چند تن از همقلمانش را تنها می‌بیند و می‌گوید که متاسفانه بعضی هموطنان شعرفهم و سرودشناس تاجیک در این مسئله هم رأی ظاهر نمی‌کنند. های ماهی تابان برقص با ما جان شانه بجنبان گرم شود میدان. واقعاً هم در اکثران جشنهای بزرگ ما سرودهای پرمضمون با موافقه شوراهای بدهی صدا میدهند، ولی روزگار ما فقط همین جشنها نیستند. فارغ از این جشنها تلویزیونها، رادیوهای خصوصی و دنیای اینترنت پر از سرودهای شدند که ذوق بیننده و شنونده تاجیک را پس میسازند. امروز ما وقتی که میشنویم سرودهایی که در آنها زبان و ایران، منطق و ایران، تناسب سخن و ایران است، سرودهایی میشنویم که آنها اصلا یکم هدف معنوی بوری معنوی ندارند، بعضن از حیاهوی بیهوده عبارت هستند، سرودهایی که هیچ خیانت است. اگر سخت کرده گوییم، اگر شنواندنی همین خیلی سرودها انتشار دادنی چنین سرودها، چرا؟ برای اینکه اول اینکه این زیان خیلی زیاد برای معنویات ما دارد، چخل میگرند و پورا پورا میکنند و چخل میگرند دست و پاش میشکنند و بعد انتشار میدهند. این کار جنایت است. این حتما پیش روش گرفتن در کار، این ممکن نیست. این خلکی اون خروجاتی که مثلا برای یک سرود همین یک سرونده نو برآمد جوان میکند، اگر فرض کنیم که $1,000 خروجات کند، صدها هزار دلار زیان میبرد به معنویات ما، کاهش ذوق جوانای ما، نورسای ما. اون نورسای اون جوانایی که هنوز آماده قبول چنین چیزا نیستن، همین سرودها از یاد میکنن، ان هم زبان ویران، ان هم منطق ویران، ان هم بی ذوقی انتشار مییابد در بنیاد اونها می نشیند. اونها گمان میکنن که همین است زبان، همین است سخن، همین است. اینا بعد چگونه میتونید شما اصلاح کنید؟ اینا مثلا شما میگید میلیون ها پول دیگر صرف کنید، اگر بعد اینا شما اصلاح کردن نمیتونید. بنابر همین امروز پیش روی این سرودهای گرفتن در کار، این سرودها اول اینکه بغیر از اون چیزی که گفتیم به زیانش به معنویات ملت ها، زیانش به زبان مقدس تاجیکی ما میرسد، به ذوق مردم میرسد. بغیر از اینها اخی این همین سرونده های بی ذوقی که درک نمیکنن که آواز خوب دارن بعضیش، بعضیش موسیقی خوب ایجاد میکنند میدونید، لیکن وقتی که متن ویرون میخواند همی هوای دو پول، همی هوای بی ارزش میشود. یک مکانی با حضور و حلاوت ترغیب شدن سرودهای پست مضمون، نقلیات جمعیتی محسوب می‌یابد که جمعیت سرودشناسی ما را نگران کرده است. آرزوگل خوجاموه که پیوسته از متن‌های بلند شاعران ما سرود می‌سازد، از شنیدن سرودهای پست مضمون در نقلیات جمعیتی سخت نگران هستند. چون چی برای خویان
بعضن سبب دیگری غلط ایجاد شدن متن های سروده های آوازخوان های تاجیک در آن ظاهر می گردد که سرایندگان ما اول آهنگ سرود را می سازند و بعدن سراغ متن می روند. شاعران سرود نویس در این وضعیت بهر در آهنگ گنجانیدن متن دیگر مجبور می شوند که بعضی قانون و قواعد شعری را صرفی نظر سازند که عاقبت در الهیدگی یک شعری پا در هوای آری از وزن و قافیه حاصل می شود. عبادالله مشربوف، هنرمندی تئاتر و سراینده کشور، می گویند که بهر با وجود نامدن این مشکلات سراینده اول باید متن سرود را انتخاب سازد و در این زمینه آهنگ سرود را سازد. من کاملا قبول ندارم سرودی که اول آهنگش نوشته می شود و بعد از آن اون آهنگ آهنگساز مراجعه میکند به شاعر که برای این آهنگ متن ایجاد کند، یا اینکه با ادبیات رو می آورد و موافق وزن همین آهنگ شعر یا غزل انتخاب میکند و سپس آن را سرود میکند. من با این کاملا مقابلم و فکر میکنم که اکثرا کلا سرودهای موافق نیستند، سرودهای اصیل نیستند. سرودی اصیل باز با تکرار میگم اول متن انتخاب میشود، خواه شعر باشد، خواه غزل باشد، خواه مخمس باشد، هر چی که باشد، خواه رباعی باشد، اول متن انتخاب میشود، سپس با این متن آهنگ بسته میشود. نظارت انتشار سرودهای پرمضمون مثل زمان شوروی در زمان معاصر خیلی مشکل است، زیرا در زمان شوروی آوازخوانها فقط امکانیت داشتند که سرودهای خود را فقط با واسطه یک رادیو و یک تلویزیونی دولتی نشر سازند. ولی حالا امکانیت ثبت و نشر سرودها خیلی فراهم است و دیگر بعضی آوازخوانهای ما پروای پخش سرودهایشان را در رادیو و تلویزیونی دولتی ندارند، زیرا میدان یوتیوب و بعضی رادیوهای خصوصی برای آنها جهت نشر سرودهایشان بسنده است. فقط شاید همین راه وجود دارد که مرکزهای حتی فردی ثبت و نشر سرودها باید پره به قید گرفته شوند و در مورد چرا نشر و پخش کردنشان به نهادهای دخلدار مخصوصا وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان حساباتی سر وقتی دهند. دیگر اینکه تلویزیونهای دولتی مخصوصا تلویزیون موسیقی تاجیکستان شاهنماز مدام سرودهای پست مضمون را برنامه انتقادی هر روزه و هر هفته ای نسازد تا مردم سرودهای سره را از نوسره فرق کرده بتوانند. باقی راههای دیگری از بین بردن سرودهای پست مضمون را باید نهادهای دخلدار خود فکر کرده برایند. بختیار رحمانیان بودم با شما، سرفراز باشید.